مدیا کده، مرجع کامل کتاب های صوتی روز دنیا بوکلایت کتاب افسانه کاریزما اثر اولیویا فاکس کابان راهنمایی عملی برای داشتن شخصیتی کاریزماتیک و تأثیر گذار با مطالعه این کتاب میآموزید چگونه با برخورداری از کاریزما در همه جنبه های زندگی خود به موفقیت برسید. کاریزما مفهومی جذاب و بحث برانگیز است و معمولا ما را به یاد رهبران بزرگ سیاسی می اندازد. تا به حال به این فکر کرده اید که اگر جای انسانهای کاریزماتیک بودید چه حسی داشتید؟ تصور کنید به محض اینکه وارد جایی می شدید بلا فاصله توجه همه به شما جلب می شد. همه دوست داشتند به صحبت‌های شما گوش بدهند و برای انجام هر کاری از ایده های شما استفاده کنند. افراد کاریزماتیک تأثیر زیادی بر دیگران میگذارند بسیار دوست داشتنی و پرجذبه هستند. و بدون آنکه خود را به زحمت بیاندازند به راحتی میتوانند دیگران را متقاعد کنند آنها در مقایسه با افراد عادی انسانهای موفق تری هستند دوستان زیادی داشته و از آرامش بیشتری برخوردارند ریشه واژه کاریزما به واژه یونانی خاریسما یا خاریس باز می گردند. که خود به معنی زرافت یا جذابیتی است که رایگان اعطا شده است. نزدیکترین معادل این واژه در زبان فارسی فر ایزدی یا فرهمندی است به دلیل متداولتر بودن واجه های کاریزما و کاریزماتیک در این بوکلایت هم از این دو واژه به جای معادل های آن استفاده می کنیم. باور عموم مردم بر این است که یا با کاریزما متولد می شویم، یا تا پایان عمر این کمبود را در درونمان احساس خواهیم کرد. وقتی افراد کاریزماتیک را می بینیم، حسرت می خوریم که چرا از این موهبت خدادادی برخوردار نیستیم. ممکن است فکر کنید به اندازه کافی کاریزماتیک نیستید یا اینکه به هیچ وجه شخصیت کاریزماتیکی ندارید و دوست داشتید از این ویژگی جادویی ذره‌ای بهره مند بودید. در هر صورت خبر خوبی برایتان داریم. نویسنده این کتاب در سخنرانی هایش کاریزما را به دیگران آموزش می دهد. کاریزما مهارتی قابل یادگیری است که می توانید آن را با تمرین کردن در وجود خود تقویت کنید. جای تعجب ندارد که داشتن کاریزما در دنیای تجارت هم یک امتیاز به شمار می آید. یک فرد کاریزماتیک به راحتی افراد دیگر را به خود علاقه مند می کند. وجود کاریزما در آن فرد دیگران را مجاب می کند که به او اعتماد کرده و از دستورات او پیروی کنند. اگر یک مصاحبه کاری در پیش رو دارید یا می خواهید در کار فعلی خود پیشرفت کنید، کاریزما به شما کمک می کند تا بهترین نتیجه را بگیرید. در واقع تحقیقات نشان می دهد که در یک محیط کاری همه به عملکرد افراد کاریزماتیک نمره بالایی می دهند. محققان دریافتند که کارمندان مدیران کاریزماتیک به شدت به اهداف مدیران خود پایبند هستند. آنها اغلب فراتر از وظایف رسمی خود عمل کرده و حتی زندگی شخصی خود را فدای اهداف کاریشان می کنند. اما کاربرد کاریزما فقط به تجارت ختم نمی شود بلکه می تواند در مشاغل دیگر و در آموزش نیز سودمند باشد برای مثال کاریزما می تواند به دانش آموزان کمک کند تا در مصاحبه های دانشگاه بهتر عمل کنند یا در مدرسه بیشترین تأثیر را بر روی معلمان خود داشته باشند همچنین می توانند با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه حضور پیدا کرده و محبوبیت بیشتری در بین همسالان خود به دست بیاورند درست مانند افراد شاغل دانشجویان کاریزماتیک نیز خیلی راحت تر می توانند تحقیقات خود را منتشر کنند یا کمک هزینه تحصیلی بگیرند. همچنین یک استاد دانشگاه کاریزماتیک را همه دانشجویان دوست دارند. دانشجویان بعد از پایان کلاس ها یا در محیط دانشگاه دور این نوع استادها جمع می شوند. به همین ترتیب پزشکان کاریزماتیک هم در بین مردم محبوب ترند. بیماران از دستورات پزشکی آنها بیشتر پیروی می کنند و در صورت بروز مشکلی کمتر احتمال دارد که از آنها شکایت کنند. کاریزما در خارج از محیط های شغلی و آموزشی نیز بسیار سودمند است. به عنوان مثال مادران خاندار باید بتوانند افراد مختلفی مثل فرزندانشان یا معلمان مدرسه را راضی نگه دارند. بنابراین کاریزما فقط مختص رهبران یا تاجران نیست بلکه همه به کاریزما احتیاج دارند. از زنهای خاندار گرفته تا دانش آموزان و پزشکان. کاریزما می تواند به همه افراد کمک کند تا زندگی شادتر، سالمتر و موفقتری را برای خود رقم بزنند. خبر خوب این است که هر کسی می تواند شخصیت کاریزماتیک داشته باشد. حال می خواهید بدانید که کاریزما چطور عمل می کند؟ این همان چیزی است که در ادامه این بوکلایت خواهید آموخت. بوکلایت شماره یک کاریزما ذاتی نیست دیگر زمان آن رسیده است که به افسانه ذاتی بودن کاریزما پایان بدهیم. در گذشته کاریزما را یک ویژگی ماورایی می‌دانستند که از جانب خدا به افراد داده می‌شد. در حالی که امروزه بسیاری از جامعه شناسان که پیشگام آنها مکس وبر آلمانی بود، نظر متفاوتی دارند. آنها بر این باورند که کاریزما در همه انسانها به صورت بالقوه وجود دارد. اگر ویژگی های افراد کاریزماتیک را بهتر بشناسیم، به می کاریزما را به دیگران آموزش دهیم. بنابراین هر چقدر هم برخی افراد به طور طبیعی پر جذبه به نظر برسند، کاریزما را نمی توان یک ویژگی مادرزادی دانست. افراد کاریزماتیک نمی از بد به تولد تا زمان حال جذاب بوده باشند. اگر آنها به طور ذاتی از این ویژگی برخوردار بودند پس باید در همه حال ما را مسهور خود می کردند. در واقع هیچ کس نمی تواند همیشه کاریزماتیک باقی بماند. ممکن است یک روز فردی در نظر ما کاملا جذاب باشد اما روز بعد اینطور نباشد. این به این دلیل است که کاریزما یک حاله جادویی نیست که فرد از زمان تولد با خود داشته باشد. بلکه نتیجه رفتارهای مشخصی است که افراد از آن فرد می بینند. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی نشان داده است که کاریزما نتیجه برخی رفتارهای غیر زبانی خاص است و به زبان بدن مربوط می شود. ما می توانیم در هر لحظه که بخواهیم کاریزماتیک باشیم زیرا حرکات بدن ماست که کاریزما را نشان می دهد. با این حال نمی توانیم همیشه به یک اندازه جاذبه داشته باشیم و سطح کاریزمای ما همیشه در نوسان است. به همین دلیل است که مردم یک فرد خاص را گاهی اوقات یک فرد کاریزماتیک می‌دانند و گاهی نه آیا هیچ وقت حس کرده اید که اعتماد به نفس کامل داشته و بر اوضاع کاملا مسلط هستید منظورمان زمانی است که دیگران از عملکرد شما شگفت زده می شوند و به شدت شما را تحسین می کنند. این همان کاریزمای درونتان است. حتی اگر فقط یک لحظه طول بکشد. شما خود را کاریزماتیک نمیدانید چون فکر می کنید شخصیت های کاریزماتیک مشهور در هر لحظه و هر جا می توانستند کاریزمای خود را حفظ کنند. اما اینطور نیست. حتی بزرگترین چهره های مشهور تاریخ نیز لحظه ای کاریزماتیک بودند و لحظه ای دیگر یک فرد عادی. به عنوان مثال مریلین مونرو را در نظر بگیرید. نام اصلی او نورما جین مورتنسون بود که در دهه های 1950 و 1960 میلادی با نام هنری مریلین مونرو به عنوان بازیگر، خواننده و مدل در آمریکا فعالیت می یک روز نورما جین بدون آنکه توجه مردم را جلب کند سوار مترو شد او به محض اینکه از مترو خارج شد و پا به خیابانهای نیویورک گذاشت خود را به مریلین مونرو تبدیل کرد چطور چنین چیزی ممکن است تنها با تغییر زبان بدن او حالت مو و بدن خود را تغییر داد و جست خاصی گرفت که یادآور یکی از نقشهای معروف او در سینما بود با این حرکت همه نگاه ها بلا فاصله به سمت او جلب شد. او توانست به اختیار خود بین دو شخصیت عادی و هنریش جا به جا شود. کاریزما در نظر ما مانند یک افسانه است چون فقط به تأثیری که یک فرد کاریزماتیک بر دیگران میگذارد توجه می چیزی که ما نمی بینیم زمان و انرژی است که چنین اشخاصی برای یادگیری رفتار کاریزماتیک صرف کردند. بسیاری از شخصیت های کاریزماتیکی که میشناسیم از رهبران مذهبی گرفته تا سیاستمداران و مدیران بزرگ امروزی تلاش زیادی کردند تا چنین رفتاری را یاد بگیرند تا جایی که در نهایت در انجام آن متبهر شدند یکی از این افراد استیو جابز مدیرعامل شرکت اپل بود او در سخنرانی های آغاز دوران کاریش خیلی ناشیانه عمل می کرد. با گذر زمان استیو جابز به تدریج کاریزمای خود را افزایش داد و سرانجام تبدیل به فردی شد که همه تحسینش می کردند. مردی که با تک تک کلماتش شنوندگان را مجذوب خود می کرد. بنابراین هر کسی می تواند کاریزماتیک باشد. فقط باید رفتارهای مناسب را یاد بگیرید و تمرین کنید. در بوکلایت بعدی رفتارهای کاریزماتیک را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد. بوکلایت شماره دو همه چیز از ذهن شما شروع می شود. مؤسسه فناوری ماساچوست یا MIT بعد از انجام تحقیقات علمی گسترده اعلام کرد که میتواند نتیجه هر نوع مذاکره ای را تا 87 درصد درست پیش بینی کند بدون آنکه به گفته های افراد توجهی کند آنها این کار را فقط از طریق بررسی زبان بدن افراد انجام می دادند. گرچه شاید این عجیب به نظر برسد اما چطور ممکن است که واجه ها نقش کمتری در انتقال پیام داشته باشند؟ البته که ممکن است. اگر به تکامل انسان توجه کنیم می بینیم که زبان گفتار ابزاری است که قدمت کمتری دارد. در آغاز ما بیشتر به روش های غیر گفتاری با یکدیگر ارتباط برقرار می کردیم و این نوع ارتباط برای ما جنبه ذاتی و اولیه دارد. به همین خاطر است که نشانه های غیر گفتاری تأثیر بسیار بیشتری بر ما می گذارد. شما در هر لحظه بدون آنکه اراده کنید نشانه های زیادی می و اطرافیان به طور ناخودآگاه آنها را دریافت می کنند. این نشانه ها همان زبان بدن شماست. چیزهایی مثل حرکات دست و سر، حالت نشستن یا ایستادن و حالتهای صورت شما. برای کاریزماتیک بودن زبان بدن شما از هر چیزی مهمتر است هر چقدر هم پیام شما مهم و تأثیر گذار باشد اگر نشانه های غیر زبانی مناسبی به نمایش نگذارید کاریزماتیک به نظر نخواهید رسید بنابراین در بیشتر مواقع زبان بدن تنها چیزی است که برای جلب توجه و تحسین دیگران به آن احتیاج دارید زبان بدن واکنش فیزیکی شما به حالت ذهنیتان است منظور از حالت ذهنی چیزهایی است که در آن لحظه به آن فکر می کنید یا احساساتی است که در سر می پرورانید. برای مثال اضطراب برای یک لحظه کوتاه تغییری در صورت شما ایجاد می کند. و باعث می شود که اطرافیان وجود مشکلی را در شما احساس کنند. از طرف دیگر برخی نشانه ها باعث می شود که دیگران آن را به عنوان ویژگی های کاریزماتیک شما درک می کنند. خوشبختانه شما می توانید حالت ذهنی در خود ایجاد کنید که به تولید این نشانه ها منجر شود. با این حال به دلیل اینکه نمیتوانیم به طور آگاهانه همه احساسات و افکار خود را کنترل کنیم، قادر نیستیم زبان بدن مورد نظر خود را نشان دهیم. به عنوان مثال وقتی واقعا خوشحال هستید لبخند شما احساستان را منعکس می کند. گوشه های دهان بالا می رود و پلک ها به هم نزدیک می شود. اما وقتی تظاهر به خوشحال بودن می کنید تنها با دهان خود لبخند می زنید. دیگر اعضای صورت شادیتان را نشان نداده و لبخندتان مصنوعی به نظر میرسد در این شرایط اغلب انسان ها بدون هیچ مشکلی تفاوت این دو را از هم تشخیص میدهند اگر نمیتوانیم به طور مستقیم زبان بدن خود را کنترل کنیم پس چطور کاریزما ایجاد کنیم راه حل این است که به طور غیر مستقیم این کار را انجام دهید باید بر ناخودآگاه خود به عنوان بخشی از ذهن که نشانه های غیر گفتاری را کنترل میکند تأثیر بگذارید چون مغز نمیتواند تفاوت بین واقعیت و خیال را تشخیص دهد، تنها فکر کردن به یک موقعیت میتواند تأثیر یک موقعیت واقعی را در مغز و بدن شما ایجاد کند. بنابراین اگر یک حالت کاریزماتیک درونی یا ذهنی ایجاد کنید بدن شما نیز حالتی واقعی و قابل قبول خواهد داشت در نتیجه دیگران شما را به چشم یک فرد کاریزماتیک نگاه خواهند کرد این فرایند به روش معروف اثر پلاسیبو یا پلاسیبو افکت شبیه است پلاسیبو یک روش درمانی شبیه سازی شده است. گاهی پزشکان به افراد این طور نشان می دهند که تحت درمان هستند، اما در حقیقت از روش های درمانی سوری مانند دارونماها یا جراحی های دروغین استفاده می کنند که از نظر روانی تأثیر مثبتی می گذارد. به همین صورت ایجاد یک حالت کاریزماتیک درونی سبب می شود که فرد همان رفتار را در قالب زبان بدن از خود نشان دهد. خلق یک حالت ذهنی درست، مهمترین مسئله در نشان دادن کاریزما از طریق زبان بدن است. در ادامه، درباره سه ویژگی مهم رفتارهای کاریزماتیک صحبت می کنیم. بوکلایت شماره سه حضور در لحظه اکنون روش های زیادی برای جذاب بودن وجود دارد، اما رفتار کاریزماتیک سه جزء ضروری دارد. حضور، قدرت و مهربانی این سه ویژگی به رفتار خداگاه ما و همچنین به عواملی که کنترلی روی آنها نداریم وابسته است. به دلیل اینکه ویژگی اصلی یک فرد کاریزماتیک حضور داشتن در لحظه اکنون است، ابتدا با تعریف این ویژگی شروع می کنیم. آیا برایتان پیش آمده که در حین گفتگو تمرکزتان را از دست داده و چیزی ذهن شما را درگیر خود کرده باشد؟ آیا فکر می کنید در آن لحظه دیگران این مسئله را متوجه شده اند یا اینکه خودتان از لحظه به لحظه اتفاقات اطراف آگاه بودید؟ حضور داشتن در تعاملات اجتماعی به این معنی است که توجه خود را به طور کامل به دیگران معطوف کنید و با دقت به آنها گوش بدهید. اگر کاملا در لحظه اکنون در کنار دیگران حضور داشته باشید، کاریزماتیک به نظر می رسید، یعنی فردی قابل اعتماد، وفادار و مناسب برای ارتباط. ولی اگر در ارتباطهای خود از نظر ذهنی کاملا حضور نداشته باشید یعنی مدام ذهنتان شما را به جاهای دیگر ببرد و یا در افکار خود غرق شوید دیگران این مسئله را متوجه شده و ممکن است از شما ناراحت شوند یکی از شاگردان نویسنده بعد از سخنرانیش به او گفت به تازگی تجربه خیلی بدی داشتم با کسی در حال صحبت بودم که انگار اصلا آنجا حضور نداشت به شدت از او متنفر شدم چون به نظر می رسید که برای حرفهای من اهمیتی قائل نیست برای ایجاد کاریزما حضور داشتن ضروری است اما این مهارتی است که سخت به دست می آید مغز ما طوری برنامه ریزی شده که محرک های اطراف مانند صداها، بوها و یا چیزهایی که می بینیم به سادگی توجهمان را جلب می کند. البته این مکانیزم لازمه برای بقای انسان است اما باعث می شود کوچکترین چیزی به سادگی حواسمان را پرت کند. جامعه امروزی نیز با ارائه محرک های متنوع و نامحدودی مثل فناوری های جدید و زرق و برق های زندگی مدرن این مشکل را بزرگتر می کند. محرک هایی که به طور مداوم در معرض آنها قرار داریم حالت ذهنی در ما ایجاد می کند که توجه نسبی پیوسته یا continuous partial attention نام دارد. در این حالت ما نمی توانیم به هیچ چیزی به طور کامل توجه کنیم. دانشمندان بر اساس یک تحقیق دریافتند که یک فرد به طور متوسط نیمی از زمان خود را در ذهنش سرگردان است و به چیزی غیر از آنچه در آن لحظه مشغول انجامش است فکر می کند. در حقیقت تنها فعالیتی که افراد نسبتاً بر روی آن تمرکز دارند ارتباط های جنسی است. خبر خوب این است که کوچکترین تغییری در میزان حضور شما در تعاملات اجتماعی تأثیر زیادی بر دیگران میگذارد. زیرا افراد کمی از این ویژگی برخوردارند. اگر بتوانید واقعا به دیگران توجه کنید، این ویژگی شما را از مردم عادی جدا می کند و افراد از بودن با شما احساس متفاوتی خواهند داشت. آنها توجه کامل شما را درک کرده و حس می کنند که در آن لحظه مهمترین چیز در دنیا هستند. در این حالت فقط یک گفتگوی پنج دقیقه کافی است تا یک فرد غریبه را تحت تأثیر قرار داده و پیوندی احساسی با او برقرار کنید. در بوکلایت بعد یاد میگیرید که چطور از دو ویژگی کاریزماتیک دیگر یعنی قدرت و مهربانی استفاده کنید. بوکلایت شماره چهار کاریزما ترکیب قدرت و مهربانی است. بقای انسان همواره به پیدا کردن افرادی قوی بستگی داشته. ما کسی را قدرتمند می دانیم که قادر باشد تغییری در دنیای اطراف ایجاد کند. قدرت به صورت‌های مختلفی در افراد ظاهر می‌شود. توانایی تأثیرگذاری بر دیگران یا کنترل آنها، پول زیاد، تخصص، هوش، نیروی جسمی یا جایگاه مهم اجتماعی. همه اینها از مصادیق قدرت است. ما همیشه با نگاه کردن به ظاهر و زبان بدن دیگران نشانه های قدرت را در آنها جستجو می کنیم. مهربانی هم برای بقای ما بسیار مهم بوده. منظور از مهربانی داشتن نیت خوب نسبت به دیگران است. وجود مهربانی در یک فرد نشان می‌دهد که او تمایل دارد از قدرت خود در جهت حفظ منافع دیگران استفاده کند. خیرخواهی، نو دوستی، دلسوزی و تمایل به بهبود وضعیت دنیا همه از مصادیق مهربانی به شمار می‌آید. ما مهربانی را نیز از طریق زبان بدن و رفتار افراد درک می کنیم یافتن چنین افرادی به خصوص در زمان گذشته مسئله مرگ و زندگی بوده تصور کنید که دوستی قوی داشتید که می توانست شما را از حمله یک حیوان وحشی مانند ببر نجات دهد یا با پادشاهی دوست بودید که قادر بود شما را از حکم اعدام خلاص کند در موقعیت های خطرناک باید مشخص کنید چه کسانی تمایل دارند به شما کمک کنند و قدرت انجام این کار را نیز دارند ما به طور ناخودآگاه قدرت و مهربانی را ترکیبی بسیار مثبت در نظر می گیریم. بنابراین نشانه های این دو را در دیگران جستجو کرده و تلاش می کنیم با افراد دارای این دو صفت رابطه دوستی برقرار کنیم. برای مثال جایگاه مهم اجتماعی را نشانه قدرت و یک رفتار دوستانه را نشانه نیت خوب فرد و مهربانی او می دانیم. اگر کسی هر دوی این ویژگی ها را داشته باشد، گزینه بسیار مناسبی برای دوستی است. ترکیب قدرت و مهربانی یک شرط ضروری برای کاریزما است. کسی که قدرتمند باشد اما مهربان نباشد تحسین برانگیز است اما ضرورتا کاریزماتیک نیست. چنین فردی می تواند مغرور یا بی تفاوت به نظر برسد. از طرف دیگر یک فرد مهربان اما نچندان قوی ممکن است دوست داشتنی باشد اما کاریزماتیک نیست. دیگران چنین فردی را گاهی بلند پرواز یا بیش از حد مطیع می دانن. دو نامزد انتخابات 1868 بریتانیای کبیر را در نظر بگیرید ویلیام گلادستون و بنجامین دیزرائیلی آنها که از قدرت، هوش و دانش یکسانی برخوردار بودند برای پست نخست وزیری با یکدیگر رقابت می کردند. یک زن که با هر دوی آنها به طور مجزا ناهار خورده بود نظر خود را درباره این دو با رسانه ها در میان گذاشت گلادستون با قدرت خود او را تحت تأثیر قرار داد اما فرد مهربانی نبود در مقابل دیزرائیلی که با حضور واقعی و صمیمی خود از او پذیرایی کرده بود احساس خاص و شگفتانگیز بودن را به او انتقال داد آن زن گفت بعد از صرف نهار با آقای گلادستون فکر کردم که گلادستون باهوشترین ترین فرد در انگلستان است اما بعد از نهارم با آقای دیزرائیلی حس کردم این من هستم که در انگلستان از همه باهوشترم عجیب نیست که فرد مورد علاقه یان زن دیزرائیلی بود زیرا او کسی بود که کمک می کرد دیگران نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند بنابراین نمایش قدرت و مهربانی در کنار هم برای نشان دادن تصویری کاریزماتیک ضروری است با نشان دادن مصادیق هر یک از این دو ویژگی می توانید سطح کاریزمای خود را بالا ببرید ولی تنها زمانی که هر دوی آنها را در خود تقویت کنید بیشترین نتیجه را می گیرید. اینکه چطور این دانش را به عمل تبدیل کنید به سبک شخصی کاریزمای شما بستگی دارد. در بوکلایت بعد می که چه نوع کاریزمایی برای شما مناسب تر است. بوکلایت شماره پنج سبک کاریزمای متناسب خود را پیدا کنید. به همان صورت که افراد مختلف از نظر شخصیتی با هم تفاوت دارند، افراد کاریزماتیک نیز به هم شبیه نیستند. ما چهار سبک متفاوت کاریزما داریم. کاریزمای توجه، بصیرت، مهربانی و قدرت. البته انواع دیگری از کاریزما وجود دارد که می توانستیم در مورد آنها صحبت کنیم اما سبک های نام برده بسیار کاربردی بوده و استفاده از آنها برای همه افراد ممکن است. کاریزمای توجه به مردم نشان می دهد که شما کاملا در کنار دیگران حضور دارید. به آنها توجه کامل دارید و با صبر و حوصله به تک تک حرف آنها گوش می کنید. نمونه خوب این کاریزما ایلان ماسک مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا موتورز است. او که فردی درونگراست، دو نمایشگر بزرگ روی میز کارش در تسلا موتورز دارد تا خود را از دید دیگران پنهان کند. اما به محض اینکه از پشت میز کارش بلند می شود، همه کاملا حضور و توجه او را حس می کنند. او این کار را بدون آنکه چیزی گفته باشد تنها با زبان بدن خود انجام می دهد. کاریزمای بسیرت الهام بخش است و به دیگران کمک می کند تا باوری را در خود شکل دهند. در این نوع کاریزما الهام بخش بودن پیام و اعتماد به نفس داشتن بسیار مهم است. باید پیامی الهام بخش داشته باشید که در مورد صحت آن اطمینان دارید و باید بتوانید آن را با اعتماد به نفس به دیگران منتقل کنید. استیو جابز در این کار مهارت زیادی داشت. او پیام خود را با چنان شور و هیجان و اطمینانی بیان می کرد که موجب می شد با تمام وجودتان او را تایید کرده و با او همراه شوید. کاریزمای مهربانی به مردم اجازه می دهد بدون هیچ قضاوتی دیده و پذیرفته شوند. درست مانند دالایلاما رهبر دینی بوداییان تبت مردم دالایلاما را دوست داشتند چون میدانستند که او نسبت به همه مهربان است و افراد را با همه تفاوتهایشان به طور کامل میپذیرد و در انتها کاریزمای قدرت به دیگران اطمینان میدهد که شما توانایی تغییر زندگیشان را دارید کسانی که از این کاریزما استفاده می کنند از یکی از مصادیق قدرت مانند پول یا جایگاه اجتماعی برخوردارند این قدرتمندترین نوع است و می تواند هم خوب باشد و هم بد. نمونه خوب آن صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و نمونه بد آن رهبر حزب نازی های آلمان آدولف هیتلر است. اما چگونه یک سبک کاریزمای درست انتخاب کنیم؟ در موقعیت های مختلف باید از سبک های متفاوتی استفاده کنید. این به سه چیز بستگی دارد. شخصیت شما، اهداف شما و موقعیتی که در آن قرار دارید. با این حال هرگز نباید برخلاف چیزی باشید که جزء ویژگی ذاتی شماست و ادعی آن را میپسندند. بنابراین برخلاف شخصیت خود عمل نکنید زیرا نتیجه معکوس خواهید گرفت. برای مثال در انتخابات سال 2004 در ایالات متحده جان کری میخواست خود را بیشتر از همیشه در دسترس عموم نشان دهد. او از کاریزمای توجه استفاده کرد و تصویری حاضر و قابل دسترسی از خود به نمایش گذاشت. با این کار کسانی که شخصیت اصلی او را دوست داشتند از او فاصله گرفتند. این راهکار جواب نداد چون صداقت او را زیر سوال برد. در مورد اهداف نیز باید ببینید که میخواهید مردم چه احساسی نسبت به شما داشته یا چه واکنشی از خود نشان دهند. به عنوان مثال اگر خبر بدی برای آنها دارید کاریزمای مهربانی بهترین گزینه است زیرا مهربانی به دیگران کمک می کند تا با آرامش بیشتری خبر بد را بپذیرند استفاده از قدرت در این موقعیت انتخاب خوبی نیست زیرا احتمالا خودخواه یا ظالم به نظر خواهید رسید شما باید سبک خود را با موقعیت های مختلف منطبق کنید می توانید سبک های مختلف را با هم ترکیب کرده یا از چند سبک استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید این همان مهارتی است که شخصیت های کاریزماتیک از آن برخوردارند اگر تصمیم گرفتید یک سبک جدید را امتحان کنید این کار را در موقعیت هایی که احتمال شکست شما کمتر است انجام دهید مثلا در رویدادهای کوچک و معمولی می توانید کاریزمای بسیرت که مشکل تر است را تمرین کنید در مقابل در یک سخنرانی رسمی و همگانی بهتر است از کاریزمای مهربانی استفاده کنید. چیزی به عنوان یک سبک کاریزما که برای همه مناسب باشد وجود ندارد. شما مجبور هستید که سبک مناسب خودتان را پیدا کنید. اما هر روشی که داشته باشید، یک راه مشخص و قطعی برای کاریزماتیک بودن وجود دارد که در بوکلایت بعدی با آن آشنا می شوید. شماره 6 یک تصویر اولیه درست از خود به جا همه ما اولین ها را به خوبی به خاطر داریم مانند اولین باری که کسی را ملاقات کرده ایم بنابراین تصویر اولیه ای که در ذهن دیگران می گذاریم بسیار مهم است به خصوص به این دلیل که تنها یک فرصت کوتاه برای بر جای گذاشتن بیشترین تأثیر در اختیار داریم در چند ثانیه اول یک ملاقات افراد چیزهایی مثل طبقه اجتماعی، ثروت، تحصیلات و موفق بودن طرف مقابل را ارزیابی می کنند. در ادامه به سراغ چیزهای جزئی تر مثل هوش، اعتماد به نفس و صمیمیت می روند. گرچه این قضاوتهای اولیه در زمان کوتاهی اتفاق می افتد، اما تا سالها در ذهن افراد باقی می ماند. برای ایجاد یک تصویر اولیه عالی به دیگران القا کنید که به آنها شباهت دارید. مردم با کسانی که مانند آنها لباس پوشیده و رفتار می کنند بیشترین احساس راحتی را دارند. چون فکر می کنند در خیلی چیزها مثل طبقه اجتماعی، تحصیلات و باورها با آنها اشتراک دارند. نویسنده ی این کتاب تجربه تلخی در این زمینه داشت. او یک دست لباس رسمی مشکی برای سخنرانی تهیه کرد و به شرکتی رفت که در آن همه لباس های غیر رسمی می در آنجا به سراحت به او گفتند که بهتر است لباسش را عوض کند. همین مسئله در مورد زبان و شیوه گفتار شما نیز صدق می کند. در یک شرکت بازرگانی یک کارمند بخش مالی در برقراری ارتباط با رئیسش مشکل داشت. رئیس او شخصیتی نظامی و رک داشت و از استعاره های جنگی در گفتگو استفاده می کرد. بعد از اینکه کارمند مذکور خودش هم از همین روش در گفتار خود استفاده کرد، مثلا کارمندان را به سربازهایی وفادار تشبیه کرد، توانست با رئیسش ارتباط برقرار کند و با او صمیمی شود. بنابراین این امکان وجود دارد که یک تصویر اولیه ی بد را از بین ببرید. برای این کار باید در ملاقاتهای بعدی رفتار خود را اصلاح کنید و امیدوار باشید دیدگاه افراد نسبت به شما به تدریج تغییر کند اما افراد به سختی قضاوتهای اولیه خود را تغییر میدهند اقتصاددان آمریکایی کانادایی جان کنت گالبریت میگوید ما به دنبال تایید تصویرهای اولیه هستیم نه اصلاح آنها یعنی ما ابتدا دیگران را قضاوت می کنیم، سپس تلاش می کنیم شواهدی برای تایید آنها پیدا کنیم. یکی از دلایل ماندگاری تصویرهای اولیه همین مسئله است. پس بهتر است از ابتدا تصویری خوب از خود در ذهن دیگران به جا بگذارید. دلیل دیگری که تصویرهای اولیه دوام زیادی دارند، این است که چندان دور از واقعیت نیستند و اغلب با گذر زمان تایید می شوند. در یک تحقیق روانشناختی محققان دریافتند که افراد بعد از نگاه کردن به تصویر یک فرد می توانستند ویژگی های رفتاری او مانند برونگرایی یا وظیف شناسی را تشخیص دهند. این نشان می دهد که ما در تشخیص شخصیت افراد مهارت بالایی داریم. بنابراین در دیدار اول تا جایی که ممکن است از طرف مقابل تعریف کنید و در مورد چیزهای خوب صحبت کنید. اگر زمان رفتن است دوباره تلاش کنید آن فرد با احساس خوبی شما را ترک کند. دست دادن را نیز دست کم نگیرید. لازمه این کار اعتماد کردن است پس با دست دادن یک گام به سمت سمیمیت برداشته اید. به عنوان نمونه اگر مدیرعامل یک شرکت با دو گزینه یکسان برای یک موقعیت شغلی روبرو باشد دست دادن می تواند عامل مهمی در تصمیم گیری باشد. او صحبت های رد و بدل شده را به طور کامل به یاد نمی آورد ولی به طور حتم صمیمیت شما را تا مدت ها فراموش نخواهد کرد. چیزی که در نهایت باقی میماند واژه ها نیست بلکه احساسات افراد در حین گفتگوست در بوکلایت بعد یاد میگیرید که چطور بر موانعی که در مسیر کاریزماتیک شدن با آن مواجه بوکلایت شماره 7 بر ناراحتی های فیزیکی و ذهنی خود غلبه کنید حالت ذهنی شما نقش تعیین کننده ای در نشان دادن رفتار کاریزماتیک دارد اما ناراحتی های فیزیکی و ذهنی زیادی وجود دارد که بر عملکرد شما تأثیر منفی میگذارد در واقع این ناراحتی ها مانع از این می شود که چهره ای کاریزماتیک از خود نشان دهید برای افزایش کاریزمای خود لازم است که این موانع را تشخیص داده و با آنها مقابله کنید برای مثال زمانی که گرسنه هستید احتمالا نمی توانید درست فکر کنید. با پایین آمدن قند خونتان قدرت تمرکز و کنترل احساسات در شما کم می شود. اگر این وضعیت در زبان بدن شما مشاهده شود کمتر کاریزماتیک به نظر خواهید رسید. تام یک مشاور تجاری بود که به دلیل تصمیمی نادرست در انتخاب لباس نزدیک بود یک معامله چهار میلیون دلاری را از دست بدهد. او یک لباس پشمی مشکی برای قرار کاریش انتخاب کرد اما قرار او در یک روز گرم و زیر نور خورشید بود او در طول آن روز گرم مدام با یقه پیراهنش بازی می کرد و به خاطر نور خورشید مجبور بود به این طرف و آن طرف نگاه کند یا پلکهایش را به هم نزدیک کند در این مواقع معمولا افراد از ناراحتی های شما اطلاعی ندارند و فکر می کنند که به صحبت های آنها واکنش نشان می دهید. در نگاه مشتری تام این رفتارها نشانه بیمیلی و عدم اطمینان بود پس طبیعی بود که در توانایی های او تردید کند ناراحتی‌های های ذهنی مانند استراب یا انتقاد از خود نیز تأثیر مشابهی دارند تام از ابتدای ملاقاتش به نتایج احتمالی آن فکر می کرد تعجبی ندارد که این مسئله موجب استراب او شد و در زبان بدن او بروز پیدا کرد ما معمولا نمی توانیم با عدم اطمینان نسبت به آینده کنار بیاییم در چنین شرایطی عصبی شده و تمرکز خود را از دست می دهیم. هر دوی اینها به کاریزمای ما آسیب می رساند. راه اصلی مقابله با ناراحتی های فیزیکی، پیشگیری، تشخیص و برطرف کردن آنهاست. همانطور که میدانید همیشه پیشگیری بهتر از درمان است این مهمترین کاری است که باید انجام دهید بنابراین طوری برنامه ریزی کنید که آرامش فیزیکی خود را تأمین کرده باشید برای مثال تام می توانست برای قرار کاری خود مکانی مناسبتر انتخاب کند یا لباسی بپوشد که با هوای گرم سازگار باشد هرچه بیشتر به خود و اطرافتان توجه داشته باشید بهتر می توانید پیامهای بدن خود را تشخیص دهید به وضعیت صورت و بدن خود در هنگام گفتگو دقت کنید. مطمئن شوید که نگرانی یا استرابی از خود نشان نمی دهید. برای مثال اگر تام حواس خود را بیشتر جمع می کرد می توانست درک کند که رفتارش مشکوک به نظر می رسد. در نهایت اگر مشکلی را در زبان بدن خود تشخیص دادید سعی کنید آن را برطرف کنید. این کار را پیش از آنکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید انجام دهید. اگر به تنهایی نمیتوانید مشکل خود را حل کنید یا فکر می کنید موجب ناراحتی طرف مقابل شده اید در مورد وضعیت خود توضیح دهید. برای مثال وقتی نور خورشید به چشمهای تام می خورد، او می توانست توضیح دهد که نور خورشید آزارش می دهد و محل گفتگو را کمی تغییر دهد. شما با پیشگیری، تشخیص و اقدام برای رفع ناراحتی فیزیکی گام مهمی در جهت کاریزماتیک شدن برمیدارید. در ادامه توضیح می دهیم که در مواجهه با موانع ذهنی از چه روش هایی استفاده کنید. بوکلایت شماره 8 ناراحتی های ذهنی شما خیلی جدی نیستند. همانطور که در بوکلایت قبل توضیح دادیم، ناراحتی های ذهنی از دیگر موانع کاریزما هستند. احساساتی مثل استراب، انتقاد از خود، شرمساری یا کمبود اعتماد به نفس در زبان بدن شما قابل مشاهده بوده و بر قضاوت دیگران از شما اثر می گذارد. توانایی قلبه بر این موانع بسیار مهمتر از قلبه بر موانع فیزیکی است زیرا ما به سختی می این احساسات منفی را تحمل کنیم. برخی از این احساسات در اثر عدم اطمینان یا بدبینی نسبت به توانایی های اتفاق می افتد. برای مثال تصور کنید که یک مصاحبه کاری مهم دارید. پیش از مصاحبه به شکست های قبلی خود فکر کرده و در توانایی هایتان تردید می کنید. هرچه به زمان مصاحبه نزدیک سر می شوید، افکارتان بیشتر شما را آزار می دهد و در نتیجه دچار استراب می شوید. این استراب که در اثر انتقاد از خود ایجاد شده بر عملکرد شما تأثیر منفی می گذارد. اگر میخواهید عملکرد خوبی داشته باشید و های خود را حفظ کنید باید بتوانید این احساسات منفی را کنترل کنید راه حل اول این است که وقتی یک نگرانی ذهنی دارید یا نسبت به چیزی بدبین هستید این احساسات را خیلی جدی نگیرید نباید موانع ذهنی را بیش از حد بزرگ تصور کنید با احساسات منفی خود طوری برخورد کنید که تأثیر آنها کاهش پیدا کند این کاری بود که مایکل برای مقابله با احساس بدش انجام داد. در یک جلسه مشاوره تجاری، او حس کرد که مشتریش قصد دارد ارتباطش را با او قطع کند. در این موقعیت مایکل خود را موجودی فیزیکی تصور کرد که مواد شیمیایی مشخصی درون بدنش به جریان افتاده است. به این ترتیب او خود را قانع کرد که اتفاق مهمی رخ نداده است. همچنین به این فکر کنید که شما تنها کسی نیستید که این احساسات را تجربه می کنید و دیگران هم تجربه های مشابهی دارند. این کار از استرس شما کم می کند. زیرا درک می کنید که نباید خود را به خاطر افکار یا احساساتتان سرزنش کنید. به افرادی فکر کنید که در همین موقعیت ها قرار داشتند به خصوص کسانی که تاییدشان می کنید و مطمئن باشید که آنها هم مانند شما فکر می کردند. کوچک پنداشتن موانع به کنترل یکی از مهمترین موانع احساسی کاریزما یعنی شرمساری نیز کمک می کند. وقتی به خاطر چیزی شرمنده هستید خود را مقصر می دانید و احساس شدیدی از نوع ترس دارید. در این حالت خود را سزاوار عشق و محبت دیگران نمیدانید و می ترسید از سوی آنها ترد شوید. در مجموع اصلا جذاب به نظر نمی آیید زیرا زبان بدن شما اثری از قدرت، مهربانی و حضور داشتن از خود نشان نمی دهد. برای نشان دادن کاریزما بسیار مهم است که لکه شرمساری را از احساسات و تجربه های سخت خود در زندگی پاک کنید. برای کنترل این احساس به خاطر بیاورید که شرمساری بخش طبیعی تجربه انسانی است و هر کسی آن را گهگاهی تجربه می کند. کوچک شمردن موانع احساسی روش بسیار خوبی برای مقابله با افکار منفی است که میتواند به کاریزمای شما آسیب برساند. بوکلایت شماره 9 به خاطر افکار منفی خود احساس بدی نداشته باشید. علاوه بر کوچک شمردن ناراحتی های ذهنی دو روش دیگر هم برای غلبه بر این نوع ناراحتی ها وجود دارد تجربه احساسات منفی بخش طبیعی زندگی انسان است حتی کسانی که در بهترین شرایط فیزیکی و روحی قرار دارند از این ناراحتی‌ها ها در امان نیستند در نظر بگیرید که حتی تیک نات هان راهب بودایی و فعال صلح ویتنام هم زمانی آنقدر از شخصی عصبانی شد که میخواست او را با مشت بزند این نشان می‌دهد که همه ما ممکن است این نوع احساسات منفی را تجربه کنیم. با این وجود ما عادت داریم هر ناراحتی ذهنی را نشانه ای از وجود یک مشکل بدانیم. ما از خود انتظار افکار و احساسات منفی را نداریم و همین طرز فکر باعث می شود که در مواجهه با آنها دچار مشکل شویم. به خودتان یادآوری کنید که داشتن احساسات منفی طبیعی بوده و بخشی از سازوکار بقای انسان به شمار می‌آید. راه حل دیگر در مواجهه با این موانع احساسی خونسا سازیان آنهاست. اگر تشخیص دهید که افکار و احساسات شما ضرورتا درست نیستند، می توانید تأثیرشان را خونسا کنید. فرض کنید از اینکه کسی رفتار بدی با شما داشته ناراحت هستید. در این موقعیت باید توجه کنید که شما مسئول واکنش نادرستان فرد نیستید و رفتار او ممکن است ناشی از مشکل فیزیکی یا ذهنی خود او باشد. ما باور داریم که ذهن ما واقعیت را به درستی درک می کند. به دلیل همین باور است که از افکار منفی خود تأثیر می پذیریم. اما در واقع ذهن ما تصویر درست و کاملی از واقعیت به ما نشان نمی دهد. در واقع ما فقط بخشی از اطلاعات را دریافت می کنیم که مرتبط و مهم به نظر می رسد. مجددا به مثال تام در بوکلایت قبل برمیگردیم. او مشاوری بود که به خاطر انتخاب نادرست لباس در طول گفتگوی کاریش خیلی احساس گرما کرده بود و نور خورشید آزارش میداد. مشتری تام زبان بدن او را اشتباه تعبیر کرد و آن را به احساساتی منفی مانند بیمیلی و عدم اطمینان نسبت داد. در حالی که ناراحتی تام به خاطر شرایط محیطی بود. پس دفعه بعد که اشتباهی مرتکب می شوید یا احساس بدی به شما دست می دهد، به خاطر داشته باشید که این جزئی از یک زندگی عادی است. به خودتان یادآوری کنید که ذهن همیشه اطلاعات درستی در اختیارتان نمیگذارد. برای خونسا کردن احساسات منفی می توانید از روش بازنویسی واقعیت استفاده کنید. فرض کنید فردا یک سخنرانی مهم دارید و نگران نتیجه آن هستید. کاری که باید انجام دهید این است. به سخنرانی خود فکر کرده و فهرستی از نتیجه های ممکن از خیلی بد گرفته تا خیلی خوب تهیه کنید. روش صحبت کردن خود، ظاهر شرکت کنندگان، واکنش آنها و چیزهایی مانند این را به طور دقیق توصیف کنید. با کامل کردن این فهرست، نگرانی شما نیز کم شده یا به کلی از بین خواهد رفت. این تمرین کمک می کند تا حالت ذهنی مناسبی در خود ایجاد کنید و عملکرد بهتری داشته باشید. از آنجا که مغز نمی تواند تفاوت بین تصور و واقعیت را تشخیص دهد، این روش بسیار مؤثر خواهد بود. کاریزما به سه ویژگی حضور، قدرت و مهربانی مربوط می شود که از طریق زبان بدن افراد بروز پیدا می کند. همه شما می توانید کاریزماتیک باشید، فقط لازم است طرز فکر مناسب را در خود ایجاد کنید و در نتیجه زبان بدن مناسبی را به نمایش بگذارید. باید این کار را آنقدر ادامه دهید تا در نهایت در انجام آن تبهر پیدا کنید. سبک های مختلفی از کاریزما برای انتخاب وجود دارد. بنابراین مطمئن شوید سبکی را انتخاب می کنید که با شخصیت و اهداف شما و موقعیت مورد نظر سازگار باشد. همچنین اگر در این راه با موانع فیزیکی و ذهنی مواجه شدید، نگران نباشید. حتی افراد موفق هم این چیزها را تجربه می کنند. راه برای مقابله با ناراحتی های فیزیکی وجود دارد. پیشگیری، تشخیص و برطرف کردن آنها. همچنین در مواجهه با موانع ذهنی هم می توانید از سه طریق عمل کنید: کوچک شمردن، طبیعی پنداشتن و خنسا کردن آنها. برای تقویت کاریزمای خود می توانید از تمرین عملی تصویرسازی نیز استفاده کنید. به طور فیزیکی تصور کنید که کاری را با موفقیت انجام داده اید. این تمرین را می توانید در خانه، محل کار یا حتی در فضاهای عمومی انجام دهید. لازم است یک تصویر ذهنی واضح و دقیق از یک موقعیت پیروزمندانه در ذهن خود ایجاد کرده و احساس آن موقعیت را تجربه کنید. به عنوان مثال یک کشتیگیر می تواند یک مسابقه مهم کشتی را با تمام جزئیاتش تصور کند. او باید همه سختی های فیزیکی و روانی آن رقابت را در ذهن خود مجسم کرده و با غلبه بر همه موانع لذت پیروزی در آن مسابقه را احساس کند. این کاری است که بسیاری از قهرمانان ورزشی پیش از مسابقات به طور مرتب انجام می دهند. برای اینکه جاذبه فردی و کاریزمای خود را بالا ببرید، باید خیلی تلاش کنید. راهی بسیار سخت و طولانی در پیش دارید و با موانع زیادی روبرو می شوید. اگر این راه را با موفقیت پشت سر بگذارید، توانایی های خود را به خوبی شناخته و بهتر می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید. در مجموع باید یاد بگیرید که ذهن خود را کنترل کنید و طوری رفتار کنید که کاریزمای درونتان شکوفا شود هرچه کاریزمای خود را بیشتر بالا ببرید بیشتر مورد تحسین و ستایش دیگران قرار میگیرید همه آرزو دارند مثل شما یا در جایگاه شما باشند در محل کار همه به شما احترام میگذارند و تمام ها را به شما نسبت میدهند اما این تازه شروع کار شماست کاریزما ابزار قدرتمندی است که با آن می توانید دنیای اطراف خود را تغییر دهید. انتخاب با شماست که از این ابزار فقط در جهت تأمین نیازهای خود استفاده کنید یا اینکه برای حفظ منافع دیگران و بهبود زندگی آنها تلاش کنید. مدیاکده مرجع کامل کتابهای صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید